سلام. سلام. چه خبر؟ حرف زدی با فلان؟ حرف زدین یا نه؟ تو به خودت چه فکر کردی؟ چی الان؟ خب درست بگو چی شده؟ اومد اینجا؟ زنگ زد جوابش ندادم. خب هیچی مسیج داد گفت تو بهش گفتی با برنا بودیم. من اینجوری نگفتم بهش. باورم نمیشه زدم. نمیتونستی بهش بگی خونه بودیم؟ نمیتونستی بهش بگی برنا نبود؟ نه نمیشد، خیلی زایه بود. همینجوری عادی وایسای جلو من میگی نمیشد؟ خب چی میگفتم؟ دروغ میگفتی. دروغ میگفتی خونه بودیم، میگفتی رفتیم بیرون داریم میچرخیم، برگشتی گفتی با برنا رفتیم دماوند. اصلا به تو چه؟ تو چه میدونی بین من و برنا چیه که دریوری میگی به پدرام؟ خیلی باهات بد حرف زد؟ تهش چی شد؟ گفت فعلا نمیتونه با هم صحبت کنه، نمیخواد ببینتم. ببخشید من واقعا گیر ببخشید. گند زدی صدف. بابا خب چی کار میکردم؟ هر کاری جز این گندی که زدی. یه چیزی بگم؟ من 100 دفعه بهت گفتم بیخیال شو، 100 دفعه گفتم اگرم میای به اون پدرام بدبخت خبر بده. خودت قفلی زدی که نه با برنا بریم پارتی، به پدرام هم هیچی نگیم. خب همین میشه دیگه، وقتی خودت نمیدونی با پدرام چند چندی بهش آره میگی، همین میشه تهش مونا. خجالت نمیکشی؟ رفتی آمار منو به پدرام دادی، بعد الان گرفتی رو من؟ من باید خجالت بکشم؟ تو نم زده تو پیچوندی. صدف تو دوست منی یا دوست پدرام؟ چه ربطی داره؟ من 6 سال پدرامم میشناسم. تو که ندیدیش، من اصلا تو اون حال که دیدمش حالم داشت از خودم به هم میخورد. بسه تو رو خدا. که اصلا حالیت نیستا، داری با یارو ازدواج میکنی. حق داشت راستشو بدونه، حق داشت بدونه تو با کی رفتی، کجا رفتی، کی میای. حق داشت؟ بله. خب راستشو بهش میگفتی، بهش میگفتی سورپرایزشو لو دادی، اینم بهش میگفتی که تو اومدی به من گفتی که میخواد بهم حلقه بده، میگفتی اینا رو. نه تو فقط چیزایی گفتی بهش که تو رو آدم خوبه کنه. بار اولت هم نیست، همیشه یه کاری میکنی که تو آدم خوبه باشی. من اگه میدونستم پدرام اینقدر واسه ازدواج آماده است که دیوونه نبودم. کی بهتر از اون؟ کاملا داری شعر روور میگی. تو خودت برگشتی من گفتی که من اصلا نمیدونم ارتباطم با پدرام قراره چی بشه، حسم مثل قبل نیست، بهت گفتم میخواد به طلقه بده، داشتی سکته میکردی. هیچ بودم، حالم بد بود، نمیفهمیدم دارم چی میگم. اصلا تو زندگیت یه رابطه جدی داشتی که راجع به رابطه همه نظر میدی؟ بابا ازدواجه، آدم یه لحظه پشماش میریزه. بعد تو به جنگی بیای منو آروم کنی، هی میگی شک داری، نمیدونی. تو اصلا به چه حقی اومدی به من گفتی پدرام میخواد به من حلقه بده؟ بعد 6 سال رابطه ما حق نداشتیم سر یه همچی چیزی با هم تصمیم بگیریم؟ من به خاطر خود گفتم. ازدواجی که هنوز هیچی نشده اینطوری هم دیگر رو میپیچونی، این ترش هم معلومه. چیم صدف اصلا طرف میزنی، حالا هم به هم میزنی. اینقدر از بچگیت لیلی به لالات گذاشتن، یه نمیخوای به دوست پسرت بگی جونت بالا میاد. فقط بلدی عصبانیت تو سر این و اون خالی کنی. همه مقصرن جز تو. چرا گفتم من نمیخوام ببینمت؟ نمیتونی مسئولیت کارهای گوهتو بپذیری. حالا از این اخون گوهت به هم میخوره.
یه درد و کابوس امشب دنبال راه برای فرار، اگه راهی پیدا کردم تو هم پاشو با من بیا، قول میدم یک ساعت بعد برگردم، قول میدم یکم دیرتر تنهات بذارم. خوبم، تو چطوری؟ خیلی خوب نیستم. چرا؟ همین اتفاقات دیگه. شرکت چطوره؟ خوبه، مثل همیشه. الان که کاری نداشتی؟ چرا، کار که همیشه هست، باید میومدم دیگه. قرار همش همینجوری باشی؟ چجوری؟ اگه میخواستی حرف نزنی خب اصلا نمیومدی. اینجوری بدتر نشستی میگی خوبم، خوبه، آره. تو گیر دادی گفتی بیا صحبت کنیم. چی بگم؟ حرف بزنی. حرف بزنی؟ آره. مطمئنی؟ آره. باشه. ببین من هنوز نتونستم کاری که کردی رو حذف کنم. این که به من دروغ بگی بعد پاشی بری مهمونی، اونم با همون آدمی که میدونی من باهاش مشکل دارم، بعد من از صدف بشنوم که برنامه چی بوده. من همه زندگیمو پای تو گذاشتم اونا، بهت پیشنهاد ازدواج دادم و تو این کارایی میکنی که من به همه چی شک کنم. همه چی که ما یه شب با صدف رفتیم مهمونی. من از کجا بدونم؟ من الان حق ندارم شک کنم که اونجا بین تو و برنا چی گذشته؟ اشتباه میکنی پدرم، تو منو میشناسی، میدونی من با تو هیچ وقت دروغ نمیگم. خب همین، پس قضیه که سری چیه که تو سر و کلش پیدا شده تو داری به من دروغ میگی؟ حرف بزن دیگه، چیه بین تو و برنا؟ هیچ. مونا؟ به خدا هیچ. خب حالا چی کار کنم؟ نمیدونم. مهمترین چیز تو رابطه و اعتماد بود که الان دیگه نیست. بابا من با صدف یه شب رفتیم مهمونی تا دماوند. چرا من بزرگش میکنم؟ برای من بزرگه مونا، میفهمی؟ پدرم من نه کاری کردم نه قصدی داشتم، من فقط یه روز با دو تا از دوستام رفتم بیرون. اگه من این کار با تو کردم چی؟ به دروغ میگفتم، میگفتم حالم خوب نیست میخوام خونه بمونم، بعد میرفتم مهمونی و تو از یه نفر دیگه میشنیدی که من رفتم مهمونی. قضیه اینجوری نیست. دقیقا همینجوریه. بدبختی اینه که الان هر کاری میکنم دیگه نمیتونم بهت اعتماد کنم. یعنی چی؟ رابطمون چی؟ چه رابطه ای؟ وقتی داری بهم دروغ میگی. دروغ چیه؟ دارم بهت میگم با صدف رفتیم مهمونی. یه حرفی رو هی تکرار کنی دلیل نمیشه درست بشه مونا. من
پدرام. منو تو این مونا پدرام، بین ما هیچ وقت هیچ چیزی اینقدر بزرگ نبوده که نتونیم حلش کنیم. هیچ وقت فکر نمی کردم تو بتونی اینجوری من ناراحت کنی. هلو. سلام، اینجا چی کار میکنه؟ تلفن که جواب نمیدین، اومدم صحبت کنیم. پدرام چطوره؟ خوبه، تو دفترش میتونی بری ببینیش. چطور تو الان؟ هیچی. از مونا خبر داری؟ این 5 دقیقه پیش داشتم باهاش حرف میزدم. جای اینکه بهش بگی بچه بازیاشو تمام کنه بیاد با خودم صحبت کنیم، واسه فقط داری بدتر میکنی دیگه. نه شما نمیخواد به این چیزا فکر کنی، به اندازه کافی ریدی بس دیگه. آره من ریدم قبل، ولی تو اگه خیلی ادعای رفاقتت میشه کمک کن جمعش کنی. من چه اصلا؟ شما خودتون رفتین اشغال، خودتونم درستش کنین. مشکلت اینه بس. چیزی که باید بدونی اینه که من اوکی بودم مونا نخواست بهت بگم. تو هم که بدت نمیومد. الان یعنی چی؟ من با تو حرف میزنم. یعنی این که همیشه خدا اینجوریه که تو و مونا خیلی صمیمی‌ترین، رفیق‌ترین. منم یه گوشه کچی که شما فقط چند سال همدیگر رو بیشتر میشناسید. میدونی چیه؟ اصلا من فکر میکنم که من رفیق بهتریم تا تو. چون اگه جای تو بودم نمیذاشتم مونا اینجوری گند بزنه به زندگیش. آقا، مونا خودش پدرام پیچونده. الان به من چه؟ صدف، پدرام نامزدشه. شما شوهرش رو پیچوندین، میفهمی؟ شوهر چی الان میگه؟ همین حرفا رو زدی الان پدرام فکر کرده چه اتفاق وحشتناک و بزرگی افتاده دیگه. معلومه که اتفاق بزرگیه. خب همین دیگه، اگه میفهمیدی اینجوری نمیکردی. اتفاقا من خیلی بهتر از تو میفهمم. ولی تو چون دنیات کوچیکه، ذهنت بسته است، فکر میکنی الان مهمترین اتفاق زندگی همه مثل خودت شوهر کردن. باورم این سیسه همه چی میدونم، تو نمیدونم از کجا میاد. وایسا ببینم، آخرین باری که این رابطه درست حسابی داشتی که اینجوری داری ما رو نصیحت میکنی کی بود؟ یادم نمیاد. همین دیگه، چون نداشتی. دهنه منو سرویس کردین شما این رابطه. الان تو پسر پیدا کردن چسبیدین بهش، فکر کن چه خبره. تو اگه میتونی همونو پیدا کن، فقط 24 ساعت بچسبش ببینم میتونی. ببین نتونم هم باز از تو بهتره. رفتی آدمو پیدا کردی که فقط داره به پول فکر میکنه. خوبه که الان نشستی بیاد بگیرتت. هر کی یه بارم امیر رو ببینه یه بار میفهمه که اون بگیر نیست، بگیرم تو رو نمیگیره عزیز من. به حال صدف خانم چطوری؟ ها
خوبم. تو چطوری؟ خوبه. به سرخانه چه داره؟ خوبه. صدف اومده بود که بریم با پدرام حرف بزن. سرش خلوت الان؟ خلوته. این چی بگیم بهش؟ شل کنه دیگه، خیلی بیخوی داره کش میداره قضیه. آره دیگه، اصلا امیر تو خدا تو هم باش حرف بزن، خودش بره بشینه با مونا حرف بزن. بریم حرف بزنیم. مونا رو نمیخوای برداری بیاری اینجا یه وقت؟ نه، من اصلا الان با مونا در ارتباط نیست. مونا که بیچاره الان تنها نشسته تو خونه داره قصه میخوره. چیزی تو این لیوان است. تمیزه بابا، نگران نباش. بابا من دارم یه جونور میبینم، نگاه کن. جونوره دیگه، میکروب که نیست. اوکیه. خب یه لیوان بهتر، مثلا یه چیز تمیزتر نداره. بله، خیلی سخت میگیری بابا. اینقدر اذیت نکن. چیزا واسه شما شاید عادی باشه، من چون خیلی کمپینا نرفتم، زر سختمه. حالا کمپیم که نایمدیم، دو دقیقه اومدیم کنار آتیش. بسه گلی جان، اینقدر اذیت نکن بچه رو، به زندگیتون برس. بیا ما مدلشون اینجوریه ها، شوخی میکنن یه موقع جدی نگیری. بریم راه بریم این برم. آره میزون نیستی امروز؟ چرا؟ خوبی؟ نه خیلی. سر همین ماجراها و پدرام اوکی میشه؟ چی الان داره خیلی اذیتت میکنه؟ پدرامو خیلی ناراحت کردم، اصلا دلم نمیخواست اینقدر اذیت شه. خب این که پدرامه، خودت چی؟ من دلم میخواد هرچه زودتر این اعصاب خردی ها تموم شه، سمم چه خوب شه. همین؟ چرا اقدر سخت میگیم شما ها؟ دونی تو مدلت یه جوریه، خیلی راحتی، خیلی ریلکسی، آدم کنارت خودشه. من همهش احساس میکنم تو خیلی خوب داری زندگی میکنی، داری زندگی میکنی، رهایی. ببین نمیدونم، من فکر میکنم آدم هر کاری دوست داره باید بکنه. ببینیم به نظرم نباید زندگی سخت بگیری، اینجوری اتفاقا آدم ها کنار هم دیگه میتونن راحتتر و بهتر زندگی بکنن. مثلا سر قضیه رفتن من همه مخالف بودن، خانوادم خیلی اذیت کرد، ولی من دلم میخواست برم و رفتم. ولی تو رو نمیدونم، تو میخوای اونجا زندگی بکنی، میخوای اینجا زندگی بکنی، یه پارتنری داری، میخوای با اون زندگی بکنی، اونجا باشی باهاش، اینجا باشی باهاش، هیچی رو اصلا من نمیفهمم. یا باز سر همین قضیه پارتی رفتن و دراگ زدن، من نمیفهم چرا بهش نگفتی. نمیدونم، کلن اینجوری خیلی راحت تره دیگه. بعد هر موقع هم که فکر کنی دیگه نمیتونی ادامه بدی، راحتون اصلا دیگه جدا میکنی. بدون دعوا و اعصاب خردی و همه این داستانایی که داریم. آره اینجوری خیلی باحال میشه، ولی پدرام اصلا اینجوری نیست، هیچ کدوم از دوستان این شکل نیستن. خب بعد این موقع است که میری دوست جدید پیدا میکنی. ول کن حالا، پاشدیم اومدیم تا اینجا، الان همش داری حرف میزنی.
اصلا پوردی رو میزنیم. خیلی هوا سرد و جالب نشد؟ خیلی باید لیوانت هم میخواد پر کنم؟ آره. چیکار داری میکنی؟ اسنپ میگیرم. بیا میرسونمت دیگه. نه اوکی الان میگیرم. لوس بازی در نیار بیا دیگه. بابا اینا چه اینجوری پارک کردن؟ پدرام خیلی شاکی بودا. حق داره. باید هم نمیدونم حرفای ما کاری بکنه. آخ من نمیفهمم. ببخشید من خیلی عصبی شدم. واقعا بد حرف زدم. یعنی منظورم اصلا چیزی که گفتم نم. یعنی منظورم بود که اصلا با تو از امیر خیلی سرتری اصلا دید. نه منظورم اینم نبود. یعنی نمیدونم اصلا چی دارم میگم. اصلا واقعا چی داری میگی صدف؟ خودت میشنوی چی داری میگی؟ چرا فکر میکنی من اینا رو نمیدونم؟ بابا من اینا رو روزانه هزار بار با خودم تکرار میکنم. من امیر رو از همه شما بهتر میشناسم. میدونم انقدر پرروه که هیچ گوهی نمیخوره صدف. اینو میدونم. یه خب بعضی موقع یه چیزی میگه یه کاری میکنه آدم دست و دلش میلرزه. و به خودم میگم ببین آزی امیرم مثل توه میخواد این رابطه یه استپ بره جلوتر. به خودم یه جوری رو هوا نگه هم میداره نمیفهمم. به خدا حالم از خودم برم میخوره. بابا آزاد آزاد چه حرفی میزنی؟ چرا باید حالت از خودت برم بخوره؟ یه سرم ول کن کلن نمیفهمم. تو چرا باید اینجوری کنی با خودت؟ ها؟ بابا ببین تو خیلی ضعیفم. من ببین بذار یه چیزی بگم. تو اتفاقا خیلی هم آدم قوی و محکمی هستی. از اولین باری که من دیدمت رو پای خودت وایستاده بودی، داشتی کار میکردی، مستقل بودی. اصلا این چیزی که داری تعریف میکنی مشکل تو نیستن هیچ کدوم. تو خیلی هم خوبی، خیلی هم ردیفی، اصلا همه چیز درسته. نمیفهمم چرا داری این حرفا رو به خودت میزنی. نمیدونم ضعیفم و از خودم بدم میاد. چه فازی گرفتی؟ ببین کارم به کجا کشیده. اون روز بود که ماشینشو خوابوندن. باش داشتم یک کار میکنم، یک کرمه میریختم که ما رو هم ببرن. یعنی چی؟ چرا ببرن؟ چه میدونم. گفتم شاید یه زنی بزنن خونواده هامون بیان یه اتفاقی بیفته. نمیدونم.
اصلا باورم نمیشه. مرد روان این چه کاری کرده آخه؟ بخن دیگه دیوانه امیر بدبخت رو بگو. ریده بود تو خودش کامل میتونم قیامش تصور کنم. پلیسه هشت بایی باورم نمیشه. خدا بعد به مونا فکر میکنم، اینقدر همه چی قشنگ داره براش پیش میره، اتفاق میافته، خب زور داره به هم بخوره دیگه. اینقدر خوبم با پدرام، قشنگم، به خدا خیلی قشنگم. حالا مونا هم اونجوری که فکر میکنی یعنی چی؟ هیچی با سرت شب خواستگاری اصلا مامان بزرگش حالش بد نشده بود. با فهمیده بود پدرام میخواد خواستگاری کنه، همجوری یه چیزی از خودش در آورد که بپیچونه ماجر. حالا بده داری اینجوری میگی؟ نه بابا جدی دارم میگی. بعدم که دیگه دیدی چی شد دیگه، نتونست بپیچونه. چرا به من نگفتی؟ یه خودت بودی؟ دیدی چی شد دیگه؟ اومدین تو کوچه؟ یعنی شما همه این مدت منو هم اسکل کرده بودین؟ نه بابا اسکل چیه؟ جلو بقیه خب تابلو بود، نمیتونستیم پایستیم توضیح بدیم. خیلی خب، بعدش چرا نگفتین؟ دیگه مونا نمیخواست حالا مثلا همه بفهمه. یعنی مونا پدرامو نمیخواد؟ نه نمیدونم، یعنی خودشم دقیق نمیدونه، این تکلیفش معلوم نیست. نه حالا ولش کن، اصلا بحثمون نبود. من اصلا حرفم اینه که این عشق و عاشقی و زوج خوشبخت و این حرفا از دور قشنگه، توش که میری همین دیگه. چه؟ چیز مونا تو سام زده کمک میخواد. با کمک چی میخواد؟ بزنیم بهش بزنیم. کلبه جنگلی پیدا کردم اون بالا، کل این مهر زیر پامونه. میگه شبیه 1800 پایه بمونی؟ چه باحال. آره من پایم، منم پایم. گفت صبحم بهمون صبحونه خیلی باحال محلی میده. یعنی شب بمونی؟ آره. کاری داری تو فردا؟ نه خب بالاخره قرار بود شب برگردیم دیگه. خب فردا صبح نمیتونی برگردی؟ من صبح جلسه دارم، باید حتما برگردم. خب مونا اوکیه که با تو برگرده؟ خب اوکی شد دیگه. اوکیه؟ اوکی من با شما بیام. آره من که دارم میرم. باید نه نه برگی شد خیلی شد. بریم بالا. اون سایه رو نگاه کن، گوششو بریدن. اون با من اومد پایی. واقعا میدونی بیش خرزه مدیم. ببین یارو بهش میده، ولی ما میتونیم بریم. از این چیزا هم داره، گردن بند داره. واقعا چه میکنه گوشتر داره؟ باید گوشتر داره نمیدونم، این از این چیزا هم داره. بسیار بهش بریم.